سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان این برنامه امروز مهمونه اون دوباره گلناز مرسی سلام اه... کارون و فرزاد با ما هستن امروز سلام سلام خلاف اپیزود قبلی که کارون و فرهاد بودن امروز کارون و فرهاد ما قانون پایستگی شریف رو داریم همشون همزمان نیستن ولی حتما یکیشون دیگه شبا بچه و سنگ هاز غیر چی میکنن یکیشون میاد سنگ رو حفظ کنیم. پولم اه... هم... هم... از قرار بگیرن هفته بزردش. پیش که با در واقع اپیزود دو دومین اپیزود منتشر شد یه سری کامنت ها بود که میخواستین در صحبت بکنید شما میخوایم بگین یا کارون میخواد بگه یا نه گلناز بگه من خب من اول فکر میکنم قبل از اینکه در مورد کامنت ها صحبت کنم در مورد اشتباهی که خودم کردم بگم میگن آدم های هر که از بارزه های شخصیتیشون این هستش که معمولا کسی داره باشون حرف میزنه به فکر جمله بعدی خودش هستن برای همین هم اشتباه اتفاق افتاد آره چند بود. تا فاکتور بود ولی به هر حال یه مطلبی رو از کیهان من خوندم کیهان لندن که این در واقع تاریخ 2021 هست نوشته آقای علی اصغر حقدار میخواستم اینو درست بکنم چون اون موقع اصلا یه تاریخ بسیار, بسیار آره اصلا یعنی خیلی آخه ما هم انقدر پرت بودیم نکردیم سال رو دوباره بپرسیم که آره فکر کنم حرف تو حرف اومد مبحث بعدیش هم خیلی جذاب شد دیگه رفتیم من اونجا. یه لحظه شک کردم بعد اینجوری بودم که اون موقع اصلا مگه کیهان لندن مگه, آره مگه کیهان ایران مگه داشتیم که کیهان لندن داشت دقیقا. ولی دیگه ف... فکر کنم خب منم نمیفهمم آ آره نه, نه 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 بعد اون وقت داشتم خودم اپیزود نگاه می‌کردم فکر یه چه پریده خودم گفتم این چی من گفتم گفتم اینجا بگم حتما که این اشتباه و برای اینکه به حال در تاریخ آدم باید تاریخ ها رو دقیق بدونه در مورد کامنت ها من بگم اپیزود قبل رو عصر زب کرده بودیم بعد همه خسته از سر کار اومدون الان صبح خسته از خواب اومدیم کلا خسته آره اون پایستگی خود خستگی یعنی قرار نیست الان هم همه تاریخ اکورت باشه من دیگه نوشتم اپیزود بعدی دیگه دفعه تایپ کردم آره تایپ اپ کردم که دست خطم هم نمیتونم بخونم خیلی درست باشه در مورد کامنت ها تو میخوای بگی آره یه کامنتی بود که نظر منو جلب کرد ما اپیزود قبلی داشتیم روی پوست تخم رو مرغ را رفتیم سعی میکردیم که خیلی حالا چون مبحث حالا وکالت دادن ندادن هم داغ بود ما هم داشتیم راجع به دوران پهلوی حرف میزدیم از رسالت خودمون دور شده بودیم حرفای دلمون رو نمیزدیم موزه که قدیما کردیم و خیلی نمیکردیم به وضوح بعد یه کامنت جالبی اومده بود که چرا مثلا شجاعت نداشتید حرفاتون رو بزنی من که خوندم واقعیت بهش فکر کردم و اینجوری بودم که خب درسته حالا ما اولا ما رسانه ملی نیستیم که بخوایم بیایم حرفی بزنیم که به با زائق همه جور باشه و همیشه هم اینجا حرفای خودمون رو زده بودیم و جالبیش هم این بود که نظراتمون مختلف بود روی این موضوع هم نظراتمون مختلفه اگه صحبت های قبل ضبط ما رو بشنوید اینجا متوجه میشی نظر مختلفه ولی توی اپیزود قبلی ما خیلی محافظ کارانه برخورد کرده بودیم که ممکنه توی این اپیزود تغییرش بریم بنا به روند برنامه یه کامنت نگفته بودید آماده بیایم به ما بگید تیشرت رو آره من یه کامنت دیگه هم بود که حالا من مربوط به حرفای من شده بود این بود که گفته بودن چرا مثلا به این بارزه تاریخی دوران رضا شاه نپرداختی این اتفاق افتاد این اتفاق افتاد من به نظرم خب تو هر دورانی اتفاقات خیلی زیادی میفته ما چون تمرکزمون الان روی جنبش زنان هست برای همینم هم هستش که بیشتر به همین مبحث میپردازیم uh, چون فکر میکنم به ابعاد دیگه تاریخ بخوایم بپردازیم خیلی جلسات خیلی خیلی طولانی تر از اینی که هست میشه میخواستم اینو دوباره بر همون دوستی که اتفاقا باهاش یه م... مسیج بازی هم کردم چون من کامنتشون رو جواب دادم ایشون هم کامنت منو جواب دادن ولی میخواستم بگم که واقعا دلیلش اینه وگرنه بله تاریخ ابعاد خیلی زیادی داره ما فقط الان تمرکزمون تو این چند تا اپیزود روی مسئله جنبش زنان هستش درست بله خب. امروز شروع کنیم بفرمایید راجب محمد رضا شاه قراره صحبت کنیم جنبش زمان در زمان جنبش زنان در زمان بله جنبش زنان در زمان محمد رضا شاه خب یه تنشنی هستمون یعنی <تص> پدر من هیچ تنشن تو میخوای تنشن فقط تو تو تنشن بندازی نه هیچ کنون تنشن نداری چرا بقا... یه شیطنتی توی چهرام هم میبینم که هر کی آماده از حرف خودشو بزنه سا. من خیلی چهرام متانت داره من تیشرت بردم اگه برم گفته بودی <تصفح> تیشرت هم میابرد خب بفرم بخواب <تصفح> پس مثلا همیشه دیگه من هر جا شماها ها سوال داشتین بگین لطفاً دوران محمد رضا شاهو باز هم تاکید میکنم از نظر جنبش زنان اگر که بخوایم تقسیم بندی بکنیم به یه بازه زمانی بین دهه 20 شمسی یعنی از موقعی که به سلطنت رسید با خروج رضا از ایران تا کودتای 28 مرداد 1332 یه قسمت میشه و بعد از 1332 تا انقلاب اسلامی میشه تقسیم کرد حالا دلیلش هم میگم که چرا این تقسیم اینا تقسیمایی هم نیست که من انجام داده باشم قبلا تاریخ دانان انجام دادن به خاطر اینکه خب تو این دوره چند تا بارزه خیلی مشخص هست که باعث این تقسیم بندی شده تو دهه بیست شمسی یک نوع آزادی نسبی به وجود میاد بعد از اینکه که رزا شاه سلطنت میسپره به محمد رضا و توی همین به دلیل آزادی نسبی که به وجود میاد تشکیلات و احزاب خیلی زیادی شروع میکنن به اعلام موجودیت حزب توده حزب دموکرات ایران حزب دموکرات آذربایجان همه اینا بین سالهایی فکر میکنم 1321 تا 1323 مشغول یعنی اعلام موجودیت میکنن و مشغول به فعالیت میشن بر همین یا این آزادی که به وجود میاد باعث میشه که کلا یه حیات تازه نه فقط به حالا جنبش زنان بلکه اصلا کلا به فضای سیاسی کشور وارد بشه حالا من چند تا جمله که این هفته تصمیم گرفتم جمله هایم که خوندم و دقیقا از روش براتون بخونم چون جالبه خانم صفیه اسمارم اشتباه نگم صفیه فیروز که یکی از فعالین خیلی شاخص اون دوران بودن اه در مورد همون دهه 20 شمسی میگن که بعد از اینکه رضا شاه از ایران رفت زنان از ترس اینکه آخوندها که دوباره میگفتن زنان باید رو بگیرن و برن کنج خونه شروع کردن به حسب سازی و گرد هم اومدن نظریه کلی این بودش که تمامی این در واقع هایی که ما داشتیم نباید از دستشون بدیم و الان اگر که دوباره حالا قشن روحانیت و مذهبی ها میخوان که مجبورمون بکنن اون دستاوردار رو نه تنها بذاریم کنار بلکه جلوشن بگیرن ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته ای توی ترانزیشن بین پدر و پسر اتفاق افتاد توی هم نبود چون ترانزیشنی واقعا وجود نداشت رضا از کشور که خارج شد محمد رزا به هر حال به سلطنت رسید ولی همون ماهای اولی که اون هر جمرجی که وجود داشت روحانیت همیشه قدرت داشته توی ایران اون موقع مستثنا نبوده و زمزمه هایی بوده از این که خب حالا الان توی این بازه زمانی که هستیم سعی بکنیم دیگه زنها برگردن به اون هویتی که ما براشون فقط قبول داریم که گنج خونه نشونی و رو گرفتنه و میگم چون اگر خاطرتون باشه از 1316 دیگه زنها وارد دانشگاه هم شده بودن خیلی رشته های نیش هم میتونستن برن تحصیل بکنن این اتفاقات رو در واقع میخواستن بزنن کنار و بگن که زنها دوباره اون حقوق یا که به دست آوردن کم کم سعی کنیم ازشون بگیریم و فکر کنم محمد رضا هم از رضا شاد مذهبی تر بود یعنی تمایلات مذهبی بیشتری داشت شاید به این دلیله که روحانیون مقدار در واقع این نگرانی بوده که روحانیون قدرت بیشتری بگیرن اگه اشتباه من واقعا نمیتونم بگم که نسبی پدر یا پسر اعتقادات مذهبی بیشتری داشتن چیزی که فکر میکنم این هستش که سیاست محمد رضا در رازی نگه داشتن قشرهای مختلف بود یعنی من فکر میکنم که اون رادیکال بودن پدر رو نداشت در مواجهه با حالا روحانیت و فکر میکردش که خب به حال میدونین بچه اون آدم بود احتمالا یه کوچولو پیش روترم از پدر فکر می کرد فکر میکردش که به هر حال روحانیت و مذهب ریشه خیلی عمیقی توی ایران داره و برای اینکه سلطنتش توفیق پیدا بکنه این قشم بعد راضی نگه داره من فکر می کنم یعنی یه خورده بیشتر دلیلش اون بود تا اینکه عقاید مذهبی خودش بیشتر بود اونم حتما بوده ولی فکر می کنم که از بد سیاسی بخوایم نگاه کنیم دلیلش بیشتر این هستش که میخواسته اخشار مختلف و یه جوری رازی نگه داره به خصوص همون دهه 20 که اولین سالهای دوران سلطنتش هم هستش من دوباره مشکل خوندن از خط دارم ولی خب حالا کانون ها و احزاب خیلی زیادی اون دوران به وجود اومده میگم چه در سایز بزرگتر و سیاسی چه در جنبش زنان اسامیشون هم تقریبا همه شبیه همه کانون زنان شورای زنان کانون اتحاد زنان شورای جمعیت زنان بر همین من متاسفانه نتونستم هفتشم همه اسما رو ولی اون چند که خیلی مهم هستن حالا در موردشون صحبت میکنم به خاطر اینکه بسترساز اتفاقاتی بودن که از 1332 به بعد افتاد تا انقلاب 57 که خب یکی از شاخص ترین کارهایی هم که کردن مسئله حق رای رای زنان بودش اولین خب حالا در مورد حزب توده و حزب دموکرات ایران که گفتم به موازات هر دو تا حزب تشکیلات زنان وابسته به حزب هم درست شد این یعنی چی یعنی که زنان اون موقع به طور در واقع مستقل نمیتونستن تشکیل حزب بدن این دهه 20 شمسی هستش برای همین برای اینکه موجودیت سیاسی داشته باشن تشکیلات زنانی وابسته به احزاب بزرگتر درست می‌کردن حزب توده خب یکی از اول احزابی بود که تون دهه به وجود اومد و تشکیلات زنان حزب توده هم خیلی رادیکال بودن هم خیلی سراحت کلام داشتن و هم خیلی روی فاکتورهایی که میخواستن تمرکز بکنن صبات قدم داشتن خب که خب به حال هم هم عقاید چپگرایانه بوده تشکیلات زنان حزب دموکرات حزب دموکرات که اصلا یه جورایی مثل این که در تقابل با حزب توده به وجود اومده و در مرامنامه اونا اساس نامه ای که نوشتن که خیلی هم مدرن تر بوده اونا اعضای زن گرفتن یعنی به جای اینکه تشکیلات زن به موازات درست بکنن برای اینکه من فکر کنم این اهرام قدرت در برابر حزب توده داشته باشن زنان رو اصلا میان عضو خود حزب میکنن زنا به مقامات خیلی بالایی هم میتونن برسن دبیر شورا میتونن بشن تو این حزب دموکرات همون سالهای اول حزب تودم هم عضو زن داشتن ولی احتمالاً توی رده های بالا نبوده خب نه حزب توده اولش تشکیلات زن وابسته به حزب توده بوده ولی بعد اونها مرام نامشون رو تغییر میدن حقوق مساوی سیاسی واسه زن و مرد قائل میشن و بعد زنها هم دیگه عضو حس می حزب میشن ولی میخوام یعنی از اول حزب دموکرات اصلا میگم چیزی که در تاریخ نوشته شده این هستش که برای اینکه یه اهرام قدرتی در برابر حزب توده داشته باشه چون به حال از نظر عقاید سیاسی متفاوت بودن از همون اول زنا رو جزء اعضا میشمرن تا اینکه یک مثلا تشکیلاتی به موازات درست بکنن بعد گرایش فکریشون چی بوده حزب دموکرات حزب دموکرات ایران گرایش فکریشون متفاوت با عقاید چپگرایانه به هر حال حزب توده و بیشتر روی حقوق برابر حقوق از نظر سیاسی و اقتصادی برابر واسه زن در واقع حالا تبلیغ میکردن در صورتی که حزب توده به خاطر اون افکار چپگرانه ای که داشتن بیشتر روی حقوق اجتماعی و اخشار فرودست و آره حالا به هر حال مساوات اقتصادی تمرکز میکردن بعد حزب دموکرات نزدیکتر بود به حکومت یا نه؟ هر دو تا حزب خیلی استقلال هم میگم حالا این باز در دهه هستش که اصلا استقلال احزاب خیلی بارزه واسه همین هم هستن شکوفا میشن یکی از اصلی ترین نام که حالا بعد متاسفانه خیلی جای پای تاریخی ازشون وجود نداره به خصوص تشکیلات زنانشون حزب دموکرات آذربایجان هستش که تشکیلات وابسته به حزب دموکرات در واقع تشکیلات زنانشون اولین بار زنان توی آذربایجان تونستن تحت حاکمیت همین حزب وارد انتخابات بشن و رای بدن ولی خب چون که خیلی مدت کوتاه حزب دموکرات آذربایجان به در واقع فعالیت خودش ادامه داد وقتی که از هم پاشید دیگه اون تشکیلات زنانشون هم میگم این وابستگی یکی از مشکلاتش همین بوده که موقعی که حزب اصلی از هم میپاشیده این تشکیلات زنان هم دیگه از بین میرفتن موجودیتشون از بین میرفته سوالت رو تونستم در جواب بدم یه, لحظه باش. من یه بفرمه. کلمه مرام نامه تا نشنیده بودم میخواستم این این کلمه ای که در مورد احزاب استفاده میشه یا یه چیز مثل اساسنامه جای دیگه همون شکل اساس نامه هست ولی من راستش مرام نامه رو اصلا کلمه مرام و بیشتر توی ادبیات چپ شنیدم همون جوری که حتما کلمه رفیقم رف... شنیدیم رفیق رفیق مرامنامه مرام من بیشتر آه. که همچنان که البته مطلبی که در مورد حزب دموکرات ایران گفتم اونا از کلمه مرامنامه استفاده کردن ولی همون اساسنامه هست یعنی همون اساس نامه هستش که در واقع تشکیلات رو در صحبت میکرده چجوری میشه عضو چیکار میکنن اعضا چیکار بکنن و این حرفا میخوام که رفیقم یک رفیقم توضیح میدین این کلمه رو من نشیده بودم کجا استفاده میکنه من توی گروه که عقاید چپ زیاد دارن خیلی کلمه رو شدن. مثلا رفیق هم رو خطاب, خطاب خطاب به میکن. رفیق هم هزبی رفیق. هز ه... رفیق. خطاب میکنن آه. اینجا توی در واقع دادگاهشون دوتا وکیل هم رو فرند خطاب میکنن اینجا هم جالبه آن جالبه آره من, هم ج... من فکرم مثلا یه ترم حقوقی شاید نه هم هزگیار هم سو... چپا همیشه هلی. یه خود از سوسیالیسم شاید چون حالا الان میگی آه. که دادگاه های اینجا هم به حال اینجا م... ایمان تو بعض موقع تو تکست رفیق صدا میکنی ما رو عقاید چپی داری <تصفح> اینجا میخواه <تصفح> <تصفح> نه اون که تیشرت بشه نه ایوارده نه از اون تیشرت هم آره امروز دست و بالش بسته یادت باشه با تیشرت هم آره حالا یه نکته مهم دیگه که وجود داره در مورد تشکیلات زن حزب توده که گفتم از زمان همون مشروطه انجمن های زنان و شوراهای زنانی که تشکیل میشد اونام خیلی مثلا عقاید چپگرایانه داشتن ولی از همین دهه 20 شمسی و با به وجود اومدن حزب توده هستش که دیگه خیلی حتی در همون مرام نامشون هم مشخص شد که عقاید چیه و خیلی با سراحت کلام در واقع ماهیت خودشونو به کشور شناسوندن به نظر من جالب بود که از مشروطه بود ولی مثلا بقیه چیزایی که زمان مشروطه یه خورده من فکر میکنم آرومتر و خیلی زیرزمینی همه اتفاقات میافتاد دیگه این دهه 20 دهه شکوفایی بوده کلا از زن میگم حالا احزاب و سیاست این هم که براتون توضیح دادم دارم فکر کنم در مورد حزب دموکرات آذربایجان که توضیح دادم در مورد اصلا دهه 20 کلمه که ازش استفاده کنم بهش میگن دوران تجدید حیات جنبش زنان فکر میکنم که دقیقا به خاطر اینکه احزاب تونستن ماهیت پیدا بکنن و مستقل از دولت به خاطر اینکه خب انجمن و شورا و احزاب تو دوران رضا شاه هم به وجود اومد ولی همشون وابستگی های خیلی شدید دولتی داشتن یعنی در موازات با کارهایی که دولت ازشون میخواسته بعد به فعالیتشون ادامه میدادن دهه 20 این شکلش خود تغییر میکنه یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده این هستش که گروه های زنان چه موقعی که وابسته به احزاب بزرگتر بودن چه زمانی که تشکیلات مستقل درست میکنن خیلی هم معطوف به اطلاف بودن حالا یه اتفاقی که افتاده این بین سالهای 1324 1325 هستش که زنان راستی من اینو دقیقا چیزی که خوندم دارم براتون میگم زنان راستی و زنان چپی در گرند هتل با هم دیگه یه قرار ملاقاتی میذارن که بشینن رو در رو با هم صحبت بکنن تا بتونن که ببینن میتونن به اون اعتلافی که مد نظرشون هست برسن نه یعنی حالا اینو میگم به خاطر اینکه این کلمه اعتلافی نوزام زیاد داره استفاده میشه و این باز از توی خاطرات خانم صفیه فیروز هستش که میگه وقتی رفتیم اونجا دیدیم ای بابا ما دقیقا هممون یه چیز رو میخوایم اینی که ولی بتونیم حالا به اون مرز مشترکی که برسیم اون راه حل سختش بود ولی این به نظر من خیلی جالب بود که این بکنین 1324 25 اون زمان به فکر این افتادن که توفیقشون در به دست آوردن اون حقوقی که میخوان در این هستش که بالاخره با همدیگه یکی بشن و اطلاف آره اعتلاف بکنن و بزر... مهمتر از اعتلاف این هستش که بتونن یک در واقع درخواست مشترک به احزاب خودشون و بعد به دولت در واقع ارائه بدن که این خواسته های ما هستش به عنوان اعضای اصلی جنبش زنان در ایران و اینو ارائه بدن به کسانی که شاید اون موقع مترقه آره و این جمله که میگن گفتن آره توفیق رو توی بیعت دیدن ولی 80 سال قبل توی اطلاف دیدن خیلی من مترقی. ام. حالا این چیزی هم که توی دون استریتی که میدهش ها؟ که خیلی خواستم سری ردش حالا این بخوایم بخش بندی بکنیم که زنان در این دوره دقیقا دنبال یعنی پیگیر چه حق و حقوقی بودن؟ اهدافشون به دست آوردن تساوی حقوق با مردان، بالا بردن سطح فکری و فرهنگی بانوان، آزادی کامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تلاش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد در قوانین کشور و تغییر و بهبود وضعیت حقوقی زن. حالا حق هنوز سوش نیست. فکر میکنم اون تصاوی حقوق با مردان و بعد تلاش برای برقراری تصاوی حقوق زن و مرد اینا هر کدوم از این اهداف توسط یکی از این احزاب و تشکلات پیگیری می شده که برمیگرده به اون خواستگاه سیاسی که داشتن که حالا این همین مسئله خواستگاه سیاسی خودم میریم جلوتر دچار مشکل میکنه به خاطر اینکه یه جاهایی متاسفانه به نظر میاد اون خواستگاه سیاسیشون چربیده به احقاق حقی که واسه زنان میخواستن بکنن مم. یعنی اون خواستگاه سیاسی که داشتن نظریت سیاسیشون خود بالاتر از اون اهدافی که اه، پیگیرش بودن قرار گرفته براشون یه متن بیانیه مشترکی که نه اینو بعدم بعد براتون بخونم به خاطر اینکه یه خود بدتر اتفاق میافته خب گرند uh, هتل که براتون توضیح دادم uh, بریم صفحات بعدی اونجا اطلاف شکل گرفت یا نه بینه راست اطلاف بین همه گروه ها اتفاق نیفتاد ولی حداقل سه تا از شور من میگم شورا تشکلات به خاطر اینکه اسامیشون متفاوته یه سریشون به عنوان تشکیلات خودشون رو معرفی میکردن یه سریشون هم شوراها و انجمنهای وابسته بودن حداقل بین سه تاشون این اطلاف شکل میگیره که بعد اونا یک بیانیه مشترک میدن در مورد حق رأی این همون اوایل دهه 20 شمسی هستش در مورد حق رأی بینه مشترک میدن که مادامی که زنان در واقع ماهیت سیاسی اجتماعی نداشته باشن هیچ تغییری توی مملکت اتفاق نمیافته حالا یه چیزی که گفتیدم جالب بود گفتین اینا با هم ملاقات داشتن فهمیدن چقدر حد آمون شبیه همه واقعیتش هم چیزی غیر این نیست به خاطر اینکه حالا اون تقسیم بندی سیاسی و احزابی که انجام میدن مثلا حالا بین راست و چپ بر مبنای اعتقاداتیه که به در واقع روش اداره حکومت اقتصادی یعنی اقتصاد مملکت چه جوری قرار به چرخه این چیزی که چپ و راست بینش خیلی در واقع مورد مناقشه است ولی وقتی به حقوق زنان میرسه مستقل از اینکه تو در واقع چه خط فکر اقتصادی رو دنبال کنی قاعدتا اون خواسته های آزادی طلبانت برای حقوق زمان باید یکی باشه و این جدا کردن اینا به اینکه حالا مثلا تو زن آزاد خواهد چپی یا راستی این یه مقدار میتونه در واقع مشکل باشه دیگه وقتی هدف که اینا دنبال یه مفهوم بودن صرف اون در واقع اون لیبل چپ و راست گذاشتن روی اینها میتونه یه مقدار سنگ کنه خب بب... حرفی که میزنی درسته ولی من متاسفانه فکر میکنم فقط در تئوری درسته چون میگم همونطور که گفتم حالا میریم جلوتر مشخص میشه که خب برای خیلی از همین تشکیلات زنان که حالا تو دهه 20 دیگه تونستن ماهیت مستقلا پیدا بکنن اتفاقا دیگه سالهای قبل از انقلاب اسلامی اون عقاید سیاسیشون کاملا چربید به همه خواستگاه هایی که برای ها. احقاق حق زنان داشتن ها. که خب پس مشخص میکنه که میگم حرفی که تو در... میگی در تئوری درسته و فکر میکنم که اگر واقعا این طور بود خب خیلی از مسائلی که حتی بعد از ان... حتی اگر انقلاب اسلامی اتفاق میافتاد خیلی از اتفاقاتی که توی از بین رفتن حقوق زنان بعد از انقلاب افتاد با اون خط فکری اتفاق نمیافتاد یعنی اگر که پایبندی داشتن به اینکه زنان گروه بزرگتری نسبت به عقاید سیاسی ما هستن اینا نصفی از جامعه هستند و مهم نیستش که تو چه دسته بندی سیاسی اقتصادی قرار می گیرن اونا اگر میدیدن من فکر می خیلی از مسائلی که الان دیگه داریم باش دست و پنجه نرم شاید به وجود نمی آره ولی خب این اتفاق نه فقط تو ایران هیچ جای دیگه ای دنیا یعنی همیشه تو باید بری در قالب یه حزبی کار کنی که لزومان خواسته های اون تمام خواسته های اون حزب دادن آزادی به زنان نیست حزب یه عالم اجندای دیگه ای داره مسائل اقتصادی هست سیاست مسائل اون وسط این مسائل مطرح میشه ولی خب فکر کنم اینکه حالا گفتید حزب توده و حزب دموکرات بودن حالا چپ ها و حزب توده به خاطر اینکه خیلی به آزادی به برابری انسان ها باور دارن به صورت خودکار در واقع آزادی دادن به خانم ها هم باهاش مطرح میشه از این از این دا... نه میدونی چرا دارم میخندم به خاطر اینکه حالا تو بعد از اعطای حق رای اتفاقا صحبتی که میشه در مورد همین گروه های چپ هستش و نظری که داشتن حالا خندم به خاطر این بود به خاطر اینکه دقیقا یه نقطه میرسیم که فکر میکنم این خود تقابل پیدا میکنه با این حرفی که زدی ولی بگو ببخشید حالا همین به خاطر حالا جلوتر حتما بحث میکنیم ولی به خاطر در واقع نوع نگاهشون به انسان ها این که همه باید در ذات برابر باشن و همه باید در ساختن کشور مشارکت کنند مستقل از اینکه مردی زنی نمیدونم شغل عمومی داری یا مثلا دکتر متخصص فیزیک هستهی میدونی همه باید به یک میزان مشارکت داشته باشن این حالا روی پیاده ساز. این اینکه چقدر مثلا داید. طرف موفق بودن پیاده کنن این ایده اه اه در واقع آمالگرایانه رو جای بحث هست که تو کدوم مثلا کشور و نظام درسته. درست پیاده شد ولی روی کاغذ خب همه چیز وقتی برابره به صورت خودکار آدم این انتظار داره که همه این بربریان هم اتفاق بیارد. بیفته. ببین اصلا خب در تئوری به نظر من اکثر نظریات سیاسی خیلی زیباست. فرح. مسئله مهمتر همون اجنده میشه دست. که خودت گفتی این هستش که در تئوری چیزی که نوشته میشه تو وقتی میخونیش مثلا میگن که، خیلی گوران پیپر واقعا همون هستش بلو بل بله. دقیقا ولی موقعی که ببین من فکر میکنم موقعی که اشخاص وارد میشن یعنی انسان به عنوان یک فرد با خیلی اجنده های بیشتری که خودش به عنوان یک فرد داره و در قالب یه حزب، یه گروه، یه تشکیلات قرار میگیره، اون موقع است که دوچاره مشکلات میشیم چون به هر حال آدما همیشه توی خط مستقیم که حرکت نمیکنن. یعنی حتی اگر که خودشون رو متعلق به یه حزب، به یه دست و گروه بدونن، من فکر میکنم که خارج از اون دست و حزب و گروه هم یه ماهیتی دارن همون ماهیت هست دقیقا گاهی دیکته میکنه که اون پیاده سازی تئوریایی که در موردش صحبت کردیم حداقل من اینجوری حد زمین این اتفاق میفته زیاد گلان تمرکز قدرت همیشه فساد میاره دیگه مستقل از اینکه اون آدم کیه چه طرز و فکری داره وقتی چه مثلا حزب چپ باشه چه یک فرد باشه چه یه ایدولوژی دینی باشه وقتی قدرت متمرکز میشه این فساد میاره حالا ما قدیم یه اپیزود اون موقع خیلی افتاده بودیم روی دور مفاهیم دیسنترالایز اینا که تو کامپیوتر مات محت... دی... دیسنترالایز فایننس دیسنترالایز اند یه مفهومی اونجا مطرح شده به اسم سمارت کانترکت که حکومت ها حالا هر, هر در واقع سازمانی چه بخش کوچیکش مثلا میشه یه شرکت بخش بزرگش میشه حکومت میشه یه سری کانترکت هوشمند سمارت کانترکت تعریف کرد که یه سری قاعده داره و یه انجام میشه مثلا این رای اگه به این حد نصار بشه اتوماتیک مثلا اون در واقع لایحه به اجرا گذاشته بشه اینجا دیگه آدم دخیل نیست خیلی حالا چیز رویا پردازانه است ولی در آینده دور ممکنه که دولت ها به این سمت برن بهم. که واسه اینکه دقیقا همون عامل انسانی که شما اشاره کردین رو حذف کنن به خاطر اینکه انسان انسان خطا میکنه چپ و راست میره توی در واقع توی تحلیل هاش توی قضاوت هاش ممکنه خیلی مسائل دیگه ای مطرح بشه جز خیر و در واقع صلاح عمومی برای همین این انحراف ها ایجاد میشه اینو یاد من فکر میکنم ده. که انسان یکی از بارزه هاش اون حس بقاشه و هر جایی که اون حس بقا مورد تهدید قرار بگیره از خیلی چیزا ممکنه دست بکشه و من فکر میکنم واقعا یکی از نکات مهم حداقل در مورد انسان این هست که شما پایبندی روی بیشترین اصولم داشته باشین اصولی که برای خودتون خیلی مهم و محترم هستش اگر اون حس بقاتون تهدید بشه به هر دلیلی خیلی موقع ها ممکنه دیگه دقیقا ممکنه آقا. که پا پس بکشین از اون حالا اعتقاداتی که داری چیزی بخواست بله جالب بود گفتن از بچه خودشون دستگیشن گفتم کاره دیگم که حرفای دیگم زدن الان نه هم... یعنی آدم احمق زیادی وجود دارن که کارهای خیلی عجیب میکنن اونی که گفت اسم کشور عوض کنیم منظورت آره اون دوستمون که گفتن که اسم کشور رو عوض کنیم که تحریم ها دیگه اثری نه اصلا چون ایران رو تحریم کردن البته رو کاغذ شاید کار کنه مثلا <applause> تو <applause> تا یه طبعی... روز کار میکنه ولی بعد یه <applause> روز دوباره اونا میرن اون رکوردی که اسم کشور کرده ایران رو او تحریما اونو عوض میکنن همون یه روز کار نمیکنن عوض میکنن و دوباره برمیگردن خندن بهتون این جملاتو میگید یعنی اصلا این از کجا میاد تو چه سوادی داری آخه دکترای اقتصاد داره شما چرا قضاوت میکنید همینو میگم از کجا این مدرکو کی به شما داد همون جایی که هم رئیسی دکترا داره میدونم خب همون دیگه میگن جده. همون جاها دارن دیگه دیگه متاسفانه همون جایی که همسر رئیس انگلیسی یاد گرفته رجل سیاسی جمهوری اسلامی همین خیلی افرادن با دیگه. حالا. خیلی باحالن خیلی رجال سیاسی در واقع برد درسته جمعش میشه رجال درسته رجال جمع آره. مکسر درسته, آره. درسته. آره. ببین عربی ما هم همینش بفرمایید ولی هیچ وقت معلوم نکردن این معنیش چیه که چی؟ رجل سیاسی چی؟ ده یعنی چی؟ یعنی چی؟ میخواد ماله بکشن میگن که مرد دره. نیست ولی دره. کود ما رئیس جمهور زن که نداشتیم اینجا حالا یه خورده بی رفت به این بحث که دا... یعنی بی رفت که نیست ولی یه یعنی مقاله دیشب داشتم میخوندم راجب قانون مدنی نمیدونم خاطرتون هستین تو اپیزود پیش اپیزود اپیزود پیش صحبت این شدش که با اینکه خیلی از قوانینی که حالا تو دوران مشروطه و بعد زمان رضا شاه یک بازبینی شد تا دوباره به در واقع تایید شورای ملی برسه بیشتر بر اساس قوانین سکولار اروپایی بود به غیر از قانون مدنی آه. خب من داشتم اتفاقا یه مقاله میخوندم حالا خالی از لطف نیستش مقاله رو مجبور شدم تایپ کنم چون که چشام نمیدید توی یورو یورونیوز نوشته شده آقای امیر بهنام معصومی سال 2021 فکر کنم ژانویه 2021 از چاپ شده و این حرفا که دقیقا در مورد این سوال اصلیشون این بوده که چرا بین همه قوانین قوانینی که در یک کشور وجود داره فقط این قانون مدنی حیاتش بر اساس شریعت بوده و دین <تصفيق> <تصفيق> که حالا نتیجه گیری که در انتهاش کرده بود جالب بود مقاله خیلی هم مقاله بلندی نیست به خاطر اینکه چند تا منبعی که حالا ایشون بررسی کرده بودن این سوال رو مطرح کرده بودن که آیا این خواستگاه رضا شاه بوده یا مصدق که حالا یک سخنرانی منتصب به آقای مصدق وجود داشته که ایشون رفتن ببینن که آیا این در واقع سخنرانی با کلیاتش واقعا وجود داشته یا نداشته که متوجه شدن وجود داشته ولی بعد خیلی بیرون از کانتکستی که در واقع این سخنرانی حداقل ایشون خوندن بوده این سخنرانی منتصب به مصدق در تایید اینه که ایشون خواستار این بودن که این قانون مدنی از شریعت بیاد دقیقا یعنی قانون مدن... نه 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 موافقش بودن در واقع سوال این بوده که آیا این که قانون مدنی ادامه حیاتش بر اساس دین و شریعت بوده، خواستگاه مصدق بوده یا کرده خود رضا که میگم حالا مشخص شده که خب نه خواستگاه مصدق نبوده، با اینکه خب خود مصدقم موافق این بوده که ما دیگه حالا کپی برداری بر, بر, بر اصل از خوانه اروپا, آره اروپا نکنیم، ولی به هر حال حالا نتیجه گیری که کرده بود اینو مینویسه جالب بود. می نویسه که رضاشاه شاه معتقد بود که حقوق زنان کلی جوانب زندگی را در بر نمی گیرد و فقط به آن دسته از تغییراتی در موقعیت زنان توجه داشت که ایران را کشوری در حال مدرنیزه شدن نشان, دهد هفته پیشم ما خودمون به این پرداختیم مهم. ترس از روحانیت نبود که رضا شاه را از لغو تعدد زوجات باز می داشت بلکه عدم لغو این قانون به این دلیل بود که رضا شاه خود سه داشت حالا فکر کنم هفته پیشم من به این پرداختم که فکر می کنم قانون مدنی تغییر خاصی نکرد دقیقا به خاطر اینکه خود افراد شاخص کشور و خود مردها حالا در کل جایی که به نفع خودشون نبوده هیچ تغییری توی اون اصول ندادن و خب قانون مدنی چون مستقیما روی مسائل خانواده و همین حقوق زنان و اینا در واقع اشراف داشته دلیلش شاید این بوده جالب. این جالب داره اینجا همون جایی که آدما خطا میرن دیگه هر چقدر به یه مفهومی باور داشته باشن نفع شخصی که بیاد طرف خطا میره حالا اصلا اینو توضیح دادم که اینو بگم به خاطر اینکه یه نفر نوشته بودش که تاله کسی قانون اساسی ایرانو اصلا خونده بعد من خودم داشتم با خودم فکر میکردم من تازه من کتابش دیدم آره من تحصیلاتم حالا اصلا تو علوم سیاسی من لیسانس علوم سیاسی هستم البته هیچ وقت لازم نبود که قانون اساسی رو بخونیم حفظ کنیم چون حقوق که نبود ولی بعد با خودم فکر کردم که این واقعا یک کمبودیه شاید که نمیدونیم دقیقا بیشتر چیزها رو شنیدیم احتمالا هم درست هستش چیزایی که شنیدیم ولی خب همون شنیده ها رو هم قبول کردیم چون یکی از کارهای حال همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم یکی از کارهای مهمی که شوراهای زنان بعد از کودت های 28 مرداد 1332 انجام میدن به زبان ساده حقوق مدنی رو به زنان فرودست و طبقه متوسط یاد میدن <applause> یه چیزی هستش که من حداقل خودم تا حالا توی این 28 سال سن میکنم توی این دورانی که در زمین زندگی کردم ندیدم <applause> یعنی تا حالا ندیدم که کسی بگه که یک ساده سازی از قانون اساسی که نصف بیشترش هم عربی هست با کلماتی که تازه خود کلمه ها رو رجلو که گفتی به این فکر افتادم بعد بنیم بشکافیم خود اون کلمه رو واقعا وجود نداشته و میخوام دعوت کنم از کسانی که واقعا این قانون رو میشناسن یا همچین کاری الان فکر میکنم که دیگه مورد نیازه که بدونیم با چی سر و کار داریم فکر میکنم همون کمکمون میکنه که در اون دوران گذار و پسا جمهوری اسلامی هم بدونیم که اون و خواستگاه همون چی هستش به عنوان یک فهمت. کشور حاین میخواستم بگم یعنی خواستم بگم الانم من برم اون کتاب رو بردارم اتفاقا هیچ ازش نمیفهمم آره انقدر زبان آخه خب خیلی تکنیکال قرارم نیست ما باها بفهمیم همون زبان سختی داره و اینکه مطمئنا ببین یه سری قانونم یه سری یا وضع میکنن ولی برداشتای مختلفی از اون قانون میشه توی کانادا هم اتفاق میافتت همه جای دنیا لوپ هول آره این لوپ هول وجود داره حالا توی کشورایی که قوانینشون بیشتر بر پایه و اساسه علم و تحقیق و دانشه حالا ایران که دیگه بر اساس ترکیه لفظی دارن که داره. نمیتونیم بکنیم <تصح> <تصح> ولی عزیزان میدونن <تصح> <ام>، واقعش <تصح> اینه داسده. که الانم اینو گفتیم من داشتم میفهم کردم که من هیچ وقت نرفتم دنبالش که ببینم واقعا قوانینی که میگن چی هست میدونی اینکه اگرم برم و اگرم برم هیچی ازش نمیفهمم کاش <متحب> نفر باشه واقعا به میدونید چی جالب میشه محسن رضایی رفته تمام قوانین تحریما رو خونده و این لوپول رو پیدا <applause> کرده توش <تصفح> که ببنی. اسم از دیگه هیچ وقت <تصفح> ایران تو <پاینت> مولد. مولد. <تصفح> که باید بری به هم اون وکالت نه ولی واقعا ببین مثلا من میبینم خیلی از آدم تکنیکال توی حالا در واقع مشاغل مختلف توی سابجکت های مختلف میان اون شغل و اون ایده رو خیلی ساده سازی میکنن در اختیار کسانی که تو اون فیلد نیستن قرار میدن این مسئله قانون قانون اساسی همه آدم ها رو خارج از اینکه کی هستن در بر میگیره شما وقتی توی کشور دارین زندگی میکنین اون قانون شامل شما میشه و من خیلی واسم واقعا جالب بود که این من حداقل ندیدم حالا دوستانی که میدونن اگر که واقعا وجود داره یه همچین منبعی که به زبان ساده توضیح داده باشه که این قوانینی که به قول تو خیلی وقت از روش هم نمیتونیم حتی بخونیم ببینیم چی میگن و خیلی هم میتونی برداشت های مختلفی از هر کدومش بکنی یعنی یکی از وارزه های اصلا قانون این هستش دیگه که میشه برداشت های مختلف توی کانتکست های مختلف ازش کرد ولی آره این برای من خیلی جالب چند هفته پیش ای اکانت اینستاگرامی یه سری ویدیو میذاش از مثلا مجلس خبرگان بعد از انقلاب یا ویدیو قدیمی که حالا دیده نشده یکی از این ویدیو در مورد قانونی بود که میخواستن تو همون مجلس تصویب کنن در مورد اعتراضاتی که مردم میخوان داشته باشن یا مثلا ات، اعتراض فکر کنن بود تظاهرات تظاهرات باش اه، بعد اه، فکر میکنم اون ویدیو رو به هم چسبونده بودن چون تو چند روز اتفاق افتاده بود بعد اولش اه، اه، که شروع شد خب دو, دو سر تیف بودن که یه سری میگفتن از بر همه برای همین انقلاب کردیم که مردم تو هم بیان تو خیابون فلان یه سری دیگه میگفتن نه بعد ویدیو فکر کنم یه ده دقیقه ویدیو هی که با ویدیو میرفتی بر منطقی بود فالو میکردی که چی داره میشه روز آخر که تصمیم گرفتن قانونه رو بنویسن با اینکه اون ده دقیقه ویدیو رو دیده بودی ولی آخرش گیج می شدی که بابا این چقدر با کلمات بازی کردید که مثلا چیز کنید که مثلا تظاهرات و اینا جوری که ما میخوایم باید باشه دیگه آره بشه جایی که نیاز هست از اون قدرت استفاده آره. آره. کرد سرکوب کرد دیگه اسلامی هست تظاهرات تا وقتی برای گرفتن سفارت باشی تو ایران آزاده سفارت شوروی پاکستان عربستان انگلیس اینا رو را راحت می بلژیک با کلاش میرن تو خب الان ماما سلام بفرمایید کنم همین این اتفاق تو اون منطقه زیاد میفته نمیدونم افغانستان هم دیدین یا نه برای اون توهین به قرآن توی سوئد حالا امروز بوده یا دیروز بوده دقیقا نمیدونم تقریبا همه شهرهای مختلف دست به تظاهرات زدن و همین تظاهرات همون موقعی که دو دستی مملکت تقدیم شد به طالبان کسی بابا وقتی از تفصیل محروم کردن میزدن آدم بله. رو خیابون بله. یه چیز دیگه آه، یه کار دیگه جالبی هم که انجام دادن جلو سفارت های مختلف توی ایران اومدن بنر سپاس دادن که مردم همه چیزن طرف نویسی کردن بنر زدن تحجر انصداد فکری میاد این لفظ من جدیدن چیز کردم خیلی جالب بود برام اینکه شما به یه چیزی باور داشته باشی برات انصداد فکری میاره چون حاضر نیستی ایده های جدید رو بشنوی و بهش بکنی متاسفانه گوش بده به خودت بگو دقیقا به شما دارم میگم که بده از تاریخ درس بگیرید از تاریخ درس بگیرید که قدرت رو به یه نفر دادن اشتباه نه ولی از تاریخ واقعا باید خیلی درس زیادی گرفت یعنی من یه موقع های آدم به میگن که چرا کمترین مدت می نویسید تو توییتر حالا به خاطر همین برنامه که با شما دارم همش هم دارم مطالعه می کنم واقعا هر چقدر آدم بیشتر مطالعه میکنه تازه میفهمه چقدر کم میدونه و چقدر اون چیزهایی هم که میدونه با نمیشه گفت تحریف ولی با یه سری نظرات مشخص به همون رسیده میدونی؟ آره دقیقا جهتدار به همون رسیده و میگم فکر کنم دفعه پیشم اینو گفتم که من چیزی که متوجه نیستم این هستش که چطور نسل ماهایی که الان داریم یعنی خیلی وقت عبور کردیم از جمهوری اسلامی به اون بخش تاریخ که میرسه صحبت هایی که جمهوری اسلامی از 100 سال اخیر حالا دیگه 116 17 سال اخیر ایران خواسته به ما بگه رو 100 درصد قبول میکنیم یعنی قبول میکنیم اتفاقات تاریخی که برای خیلی از آدما متاسفانه همون دوران مدرسه همون تاریخی که دوران مدرسه خوندن هنوز منبع اصلیشون هستش آه. ام، و این واقعا میگم یکی از موافقت جمهوری اسلامیه ببین اینو در مورد نظرهای موافق خودمون هم میتونیم بگیم که نظرهای تاریخ و نظرهایی که باش موافقیم اون چیزهایی که ما مثلا بهش ایمان داریم هم میشه با یه نظرهای با یه ایدئولوژی که پشتش بوده به ما رسیده باشه ساعت در اینم هستی نه حتما ساعت درصد به من فکر میکنم که برمیگرده به برداشت خود شخصی که اون بخشو داره میخونه چون به هر حال از هر اتفاقی که توی تاریخ افتاده تو رو یک جای دیدی مثلا دارم میگم حالا یه مثال بزنم آخه اینقدر استریت فورورد نیست یعنی مثلا هزار تا اتفاق پشت سر هم افتاده که اگه یه دونه از اینا مثلا یه جوری دیگه اتفاق میافتاد شاید نتیجه نتیجش عوض آره. خب ولی نه افتاده ببین آخه همینه دیگه یه سری چیزا مطلقه یعنی یه اتفاقی تو تاریخ که افتاده و گذشت اون دیگه گذشته درسته. تو به اون نمیتونی برگردی مثلا دارم میگم ببین مثلا همین چیزی که گفتم در مورد آزادی نسبی حالا احزاب شکوفا شدن تو دهه 20 و بعد گفتم که این در واقع بسترساز اتفاقاتی بود که حالا بعد کودتای 28 مرداد 1332 افتاد به خاطر اینکه اون باز دوران دورانی هستش که خیلی استقلال ندارن احزاب به خصوص جنبش های زنان ولی همون بسترسازیه باعث شد که اتفاقا به خیلی نتایج خوبی هم تو اون دوران برسن که من فکر میکنم اگه اون دوران نبود اون اتفاق نمیافتاد افتاد. خب من منظورم به این هستش اون اتفاق دهه 20 دیگه افتاده تموم شده نتیجه شو اگر که مثلا تو تونستی سالها بعد ببینی اون دیگه نقطه عطف میشه واسه اتفاقی که در گذشته افتاده و ما نمیتونیم هیچ بهش برگردیم و به قول تو اگر خط مستقیم هم نبوده اون شکلی که دیگه اتفاق افتاده اتفاق افتاده من منظورم به این هستش ولی آره اون درصد شما به هر حال اگر که یه آدمی باشین که عقاید چپ داشته باشین اگر که بشینین مطالبی رو که یه نفر که هم فکر با شما هست بخونین فکر میکنم بالای 90 درصد در صحبت رو قبول میکنین اصلا ناخداگاه به خاطر اینکه باری کلا و برعکسش هم این هستش که هر یه خطی که میخونین احتمال اینکه نمیدونه یعنی ما باید حالا ما میگم که اینجا وقتی میگیم که از تاریخ درس بگیریم به ببینم باشه که اگر که حرفایی هم که باب دل ما هستن و نگاه میکنیم و میخونیم اونا رو هم باید یه درقه باید هست. میگن گرین آف سالت خارجی ها یه ذره روش دقیق تر در واقع دقیقا باشیم همون قدی که استرس به خرج میدیم نسبت به حرفای مخالف در مورد حرفای موافق خودمون باید با، حتما بعد اصلا من حالا خودم نمیدونم چقدر تونستم اینو توی زندگی شخصیم یا توی حالا به خصوص توی این دورانی که الان هستیم تونستم اجراش بکنم ولی واقعا واکنش آنی به هر چیزی نبد بله شما واکنش آنی به یه جنایاتی که داره اتفاق میفته نشون میدی یه نفر وقتی که محکوم به اعدام میشه وقتی که معترضی توی خیابون کشته میشه اون دیگه به نظر من هیچ واکنش دیگه به غیر از اینکه شما واکنش نشون بدین که چه این اتفاق افتاد وجود نداره ولی به خصوص در مورد ایدئولوژی و این حرفا واقعا واکنش آنی خیلی مفهومی نداره و درهای گفتمان هم به نظر من حداقل میبنده حالا okay. نه دقیقا ولی انگار حالا من چند پیش داشتم باید که یکی صحبت میکنم راجع به این موضوع این انگار مثلا یه فلای توی مغز ما انسان ها هست که ماها انقدر دوست داریم عضو یه گروهی باشیم این باعث میشه که صرف این که ما بتونیم عضو اون گروه باشیم در واقع ما رو راضی کنه که از خیلی مسائل دیگه بگذریم یعنی حاضر نباشیم خیلی خود واقعیمون باشیم آره مثلا چه کسی که حالا با یه بخش از دین موافقه دین به شکلی که امروز داره پیاده میشه دیگه میره وارد اون گروه میشه و یه عالم بخش دیگرش که باهاش موافق نیست رو هم یا انجام میده یا حداقل شکایتی نمیکنه صرف اینکه وارد اون گروه باشیم عضو اون گروه باشیم در واقع حس کنیم یه بخشی از یه جامعه بزرگتر هستیم و خب تو طول تاریخ اه اه حالا هم در واقع مبلغان دینی چه در آینده چه در تاریخ معاصر کسایی که کالت داشتن اینا خیلی خوب از این در واقع فلاه ما انسان ها استفاده کردن ها. که این تمایل اینه که تو عضو یه گروه باشی پس میاد یه حالا مجموع قوانین تعریف میکنه تو ممکنه مثلا 50 درصدش رو قبول داشته باشی 60 درصدش قبول داشته باشی ولی صرف اینکه دوست داری متعلقه به یه جایی باشی میری اون 40 درصد هم که قبول نداری هم مثلا مال. باهاش انجام میدی این بعضی موقع مثلا به اون در واقع خود اتفاق در واقع قوانین اون کالت هم باور نداری یه سیسه یعنی بعضی موقع آدم ها مثلا گیره یه مثلا طرز لباس پوشیدن یه سری آدمو میافتم مثلا من الان دیدم که از زمان اصلا شاه دیروز تو توییتر پر شده بود عکسای قدیمی که طرف مثلا چقدر خوشتیپ بود حالا خوشتیپ بود دیگه فرقی میکنه حالا طرز لباس پوشیدنش الان مهم نیست که طرف چقدر خوشتیپ بوده نه آره یعنی بعضی آره. فقط به خاطر اینکه یه نفر یه زمانی خیلی خوشتیپ و شیک پوش شد اصلا دستال سال ده از ماشینا همه خوب موتور سیس عالی ولی خب همون ببین همون های فردی میشه که باعث میشه که اون وقت تو اگر که تو یک تئوری خیلی عالی هم قرار بگیری هم همونا رو اون وقت ازش دیوییت بکنی و جدا بشی به خاطر اینکه یه جاهایی هم اون وقت اون افکار فردی که داری باعث میشه که اون چیزی رو که حالا مثلا ایدئولوژیت داره به دیکته میکنه یه خودم بذاری کنار به خاطر اینکه اون منافع فردیت اون وقت میچربه به حالا به قول تو اون توفیق عمومی یا حالا منافع عمومی و کلانم آدم همیشه دنبال چیزی میره که ندارتش در لحظه دیگه حالا زمان محمد رضا بالاخره در مقایسه با الان ایران آزادی چون پوشش بوده سیس به قول ایمان آره مثلا سیس خوب بوده حداقل مثلا دولت مرد لباس درست می میپوشیدن یه احتمالی میدادی که تحصیلات درستی دارن ایویشن مناسب وجود داشت آره ولی اون موقع مثلا آزادی خودم جالبه رو دارم میگم آره. آزادی اجتماعی نبوده آزادی سیاسی نبوده آزادی نمیدونم طرز فکر نبوده یا آدمی اونجا بوده که تا اول قرار بوده خودش و بچه هاش باشن و آدما به اینا اعتراض داشتن رفتن و انقلاب حالا شکل گرفت الان که این آدما سر کارن چون حداقل اون زیبایی ظاهری هم دیگه وجود نداره به قول ایمان آدمو دلشون برا اون موقع شد او ببین حداقلش این بود که یارو انگلیسی حرف میزد زده حداقلش این بود لباس شیک میپوشید ولی خب واقعیت اینه که این یه بخشی از قضیه است تاریخ خوندن دقیقا همین کمک رو به ما میکنه که درستتر ببینیم که آره اون موقع ای بود بی و سی و دی نبود الان ای بی سی تا زد نیست ولی آره. این دلیل نمیشه که حالا ما بریم جایی که فقط ای بود خیلی ریز بردمتون اتون خیلی عجیب داری عجیب داری, عجلد داری. بل... فکر کنم نه نه نه, نه. اغب... فکر نمیکنم به اینجا برسه ولی یه دیدم در تاریخ که واقعا نشدنیه من مشکلی که الان دارم حالا با همین حرف این هستش که من فکر میکنم اکثر آدم هایی که حالا پرو پهلوی هستن الان نگاهی به اینکه به عقب برگرد چی؟ آره آخه ببین مثلا خیلی ها من میبینم میگم ما وکالت نمیدیم ولی الان مثلا خیلی منا... یعنی مثلا مناقشه هم وجود نداره اینم به عنوان یک فرد اون شورایی که مد نظر خیلی ها هستش به خصوص نسلای جوان تر میتونه قرار, گرفت. قرار بگیره لا. من فکر میکنم که مسئله اصلا عقبگرد به اون دوران نیست اون یک نوستالژی از دورانی هستش که خیلی جالبه که اون وقت خیلی از کسی هم که درش صحبت میکنن اصلا نبودن یعنی فقط صرفاً بله. سری داستانهای سینه به سینه بهشون رسیده من فکر میکنم که همون داستانهای سینه به سینه مهم مهمی هستش که از کی بهتون رسیده شما اگر من و تو یه همشین کنم نه خب خانواده های ما ها من, من حداقل پدر مادر خود من جوان های 20 ساله بودن موقعی که انقلاب شده خب یعنی یه عمر مفیدی رو مثل خیلی پدر مادر های دیگه در دوران پهلوی گذروندن به خصوص جوانیشون و اون تو اون دوران شروع هیجان جوانی که وجود داره و این حرفها میگم مهم اینجا هستش که به نظرم اون داستان ها از کی به آدم میرسه خود اون آدم ها اون یعنی پیشینیان چه خواستگاه هایی داشتن اون دوران چه کارهایی کردن به چه موفقیت های رسیدن چه اتفاقاتی در جامعه افتاده که فکر میکنن عقب نگهشون داشته همه اینا به هر حال نکاتی هست که آدم من بله. که چیا یادشون مونده حالا یه بله. مثال خیلی باحال مثلا در مورد کازینو اینی که میگن که آدما فقط برداشون رو یادشون میمونه یعنی اون مثلا رفته ده میلیون دلار باخته آوریم یه شب 20 دلار بردم اومدم بیرون انقدر حالا میشه که یعنی میلیون دلار اصلا از از ذهنش میره بیرون کامل آدم معمولا اون چیزای خوب بیشتر یادش میمونه تا ولی منم واقعا یه دفعه 100 دلار بردم خیلی حال همون دفعه همون رو یادم چون همون هم یه 20 دلار زن پیدا کنم شادم <تصفح> پول تاکسی برگشتم از شهر روز گرفتم چون گفتم این 100 دلار رو به هر حال من بردم جای دیگه و استفاده کرد شما پول تاکسی رو بده آره نذاشتم به اون دست امین میشه به سوا بره کار کنه به 100 زد... نه... دلار رو من نیوردم تو زندگی هر میشنوی بدون من اجازه حمایت کردم <تصفح> خب من به خاطر اینکه خیلی هم حالا طولانی نشه برگردم به بله، اصلا بله. دفعه پیش چون خیلی دیر به این رسیدم گفتم این دفعه زودتر بگم چون من همون جور که جلسه اول بهتون گفتم به نظرم یکی از مهمترین چیزهایی که در تاریخ بعد بهش بپردازیم اشخاصی هستن که اتفاقات بزرگ و رقم زدن <applause> و همین چند تا اسمی که به نظر خود من مهم هستن حالا به دلیل مختلف رو میبرم خانم صفیه فیروز هستن که اسمشون رو بردم خانم مهرنگیز دولتشایی هستن که ایشون اولین سفیر زن ایران بودن سفیر دانمارک هم بودن بله که خب همه این عزیزان در هر حال پیشینه های خیلی قوی یا توی مثلا رسانه ها داشتن چه توی حقوق داشتن ولی من میخوام یعنی بگم که اون وقت جایگاهشون و اکثرا هم توی همین شوراها و احزابی که تشکیل شد حتما از مؤسسین بودن خانم فرخ روی پارسا هستن که حتما اسمشون اولین وزیر زن ایران بودن که ادامم شدن متاسفم چه زمانی ادام شد انقلاب بعد انقلاب دیگه بعد انقلاب ام ایشون هم از مؤسسین و و یکی از از مؤسسین اگر اشتباه نکنم شورای زنان بودن میگم اسما خیلی همه نزدیک به هم دیگه هستش و اولین وزیر زنم که بودن گفتم خانم مهرنگیز کار که ایشون هنوزم در قید حیات هستن آله. وزیر دادگستری هستن خانم مهرنگیز کار در شورای زنان که بعد از سال 1335 پایگذاری میشه و اسمش در واقع به شورای زنان سال 1337 تغییر میکنه چون جمعیت زنان بوده اسمش ایشون یکی از کسانی بودن که کارشون این بوده که همون حقوق به زبان ساده برای اخشار جامعه توضیح بدن حالا مینوشتن توضیح میدادن خانم مهناز افغمی که ایشون دومین وزیر وزیر بودن در ایران وزیر زن وزیر زن بله بله مهناز خانم مهناز افخمی خانم مهرنگیز و چهریان که ایشون هم حقوقدان بودن و از اعضای اتحادیه زنان حقوقدان که این این انجامن خیلی مهمه چون یکی از معدود انجامن هایی هستش که موقعی که شورای زنان که الان بهش میپردازیم که تقریبا یه شکل دولتی باز پیدا میکنه بعد از کودت های این انجامن حقوق دانان زنان یکی از معدود شوراهای هستش که استقلال خودش رو تا انقلاب اسلامی حبس میکنه و دقیقا هم به خاطر همین حالا استقلالی که داشته از حکومت تا چند سالی بعد از انقلاب هم باز میتونه به فعالیت خودش ادامه بده به خاطر اینکه شورای زنان خیلی زود از بین رفت به خاطر اینکه وابسته به دولت بود بوجه های دولتی دریافت میکرد و خب مهمترین دلیلش هم فکر میکنم این بودش که دبیرش اشرف پهلوی بوده و خب به هر حال دیگه بعد از انقلاب کلا مطمئنا نمیذاشتن کسی فعالیت بکنه این اسامی رو خواستم بگم چون خیلی به نظرم میگم مهمه اشخاص رو بشناسیم به بخشه من برمیگردم چون یه سری از کوت ها رو اینجا نوشتم نه برای همین یکی از حالا برگردیم به حق رای چون حق رای به حال یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو این دوران افتاده حق رای یه دفعه در همون دهه بیست اگر اشتباه نکنم توسط حزب توده یه لایحه درست میشه و 1323 توسط حزب توده یه لایحه‌ای درست میشه که در اون حق رأی زنان هم گنجونده شده و در اون سال میگن که این لایحه یک لایحه ضد اسلامی و ضد قرآنیه و کلا میذارنشون گوشه که خاک بخوره این 1300 23, 23 هستش یعنی همون سال اولی که این احزاب تشکیل شدن کارکرد لایحه‌ای که یه حزب تصویب میکرد چی بود یعنی چرا حزب تصویبش اینا میکرد اینا نماینده توی مجلس داشت نه نه میفرستادم به مجلس این لایه ها رو لایه ها حزب... تو مجلس تصویب شد. نه نه رفته دیگه که بعد خاک دیگه آها لایه ها رو در واقع حزب توده ارائه داده ولی یکی از یعنی یکی از فعالیت های احزاب تشکیل لایه هاست دیگه یعنی اگر آه. که در یک کشوری باشی که احزاب واقعا وجود مستقل داشته باشن ماهیت مستقل داشته باشن یکی از کار کارکردهاشون همین هست یه سال هاشی ما میدونیم چند درصد مجلس اون موقع مثلا تودهی بودن یا متاسفانه علم من به اون خط نرسید <تصفح> <تصفح> به خط جنبش <تصفح> ولی میتونم حالا واسه جلسه بعدی رو برم اصلا اقلیت بودن دیگه, دیگه لایه نشده آ نه به من فکر میکنم که اصلا لایحه حتی به اون بخش دیگه سحن نرسید نه نه اصلا به اون بخش نرسید یعنی چون توی رسانه ها و اینا راجبش صحبت شده گفتن این اصلا ضد اسلام و ضد قرآن بذارینش کنار که اصلا صحبتن راجبش نکنیم به یه همچین در واقع فکرم سرنوشتی چهار شده میرسیم به دیگه اوایل دهه سی شمسی من این دهه ها رو که میگم همش شمسیه دیگه قاعدتا شما میدونین مخاطبینم بدونن و زمانی که دیگه م... شوراهای زنان تشکیلات زنان دیگه با هم دیگه صحبت میکنن و میگن که این حق رأی زنان رو ما باید پیگیری کنیم دیگه کافیه این همه سال داریم در واقع تلاش میکنیم این یکی از خواسته های مهم اون همیشه بوده و الان وقتشه که دیگه پیگیری بکنیم توافق نمی... تعفق نمیشه نه کلمه در... درستی نیست موافقت باش نمیشه امه. و در 11 دی ماه 1331 مخالفان و موافقان این لایحه که مخالفان بیشتر همون جامعه روحانیت و جامعه محافظه کار و مذهبی مذهبی جامعه بودن میگن نه میگن ما اصلا صحبتش هم نکنین و حق, چی؟ حق رای؟ یه همچین حالتی و خب این در دوران نخست وزیری دکتر مصدق های. هست 1331 که خب نامه های خیلی زیادی نوشته میشه به خود شخص نخست وزیر به خاطر اینکه خب ایشون هم خیلی عقاید پیشرو داشتن خیلی میخواستن از وجود زنان در بدنه نه تنها جامعه در بدنه دولت و حکومت هم استفاده بکنن نامه نگاره های زیادی میشه در رسانه زنها خیلی سر و میکنن تشکیل خیلی مثلا میتینگ ها و این کلمه میتینگ از اون زمان رسیده من خیلی خوشم کلمه میتینگ های خیلی علنی یعنی دیگه زیر زمینی هم نبود اون موقع فعالیت میتینگ ها درست میکنن سعی میکنن که به اخشار مختلف بگن که چقدر این مسئله حق ری مهمه با این حرفا ولی به هر حال اتفاقی که میفته این هستش که چون روحانیت خیلی فشار میاره خود دکتر مصدقم عقب نشینی میکنند و این حق مسئله حق رأی زنان در اون لایحه دوباره کنار گذاشته میشه که یک بیانیه مشتر... مشترکی نوشته میشه توسط شوراهای زنان که من از روش میخونم براتون هیچ کشوری مادامی که زنان را کنار گذاشتند نمیتواند پیشرفت کند هیچ ملتی نمیتواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد و از آن احساس غرور کند مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان, مح... مردان محروم هستند. حالا این به نظرم جالب بود داره که داره داره. اتفاقی هم که بعد این مسئله میفته این هستش که سه تا از اصلی ترین تشکلاتی که اون موقع وجود داشتن که کانون بانوان هست که کانون بانوان از زمان رضا شاه به فعالیت خودش ادامه میده تشکیلات زنان حزب توده و شورای زنان ایران شورای زنان ایران هم همون دهه 20 تشکیل میشه این ستا گروه که از گروه های اصلی در واقع فعالیت در زمینه حق رأی بودن خیلی واکنش های متفاوتی به این نشینی حالا شخص دکتر مصدق و بعد دولت نشون میدن کانون بانوان که اون موقع دبیرش خانم صدیقه دولت آبادی بوده اسمشونم هم دفعه پیش بردیم سکوت میکنن به خاطر اینکه اساس رو بر این میذاشتن که نمیخواستن دولت دکتر مصدق تضعیف بشه و امید داشتن که چون ایشون هم خودشون موافق پیشرفت زنان هستن این زمان بهش بخوره و این اتفاق بیفته یعنی سکوت کردن برای اینکه در متن اتفاقاتی که در کشور داره میفته به امید اینکه یک زمانی وقتی که وقتش بشه این مسئله حق رأی زنان هم به هر حال به سمع میرسه زنان حزب توده به اعتراضات خیلی گسترده دست دادن و خیلی هم مثلا در واقع به خود شخص دکتر مصدق حمله کردند که عقب نشینی کرده بود و شورای زنان ایران بیشتر هم دست به سرزنش خیلی جالبه این ستاخ واکنش متفاوتی که داشتن او اونا هم دست به سرزنش میزنن که ما این همه تبلیغات برای شخص شما و دولت شما انجام دادیم سرزنش مصدق بله بله شخص دکتر مصدق که ما به زنان خیلی زیادی گفتیم که دولت شما یه دولت موافق هستش نام رفتن با همون زبان ساده که بلد بودن به مردان خودشون این اطلاعاتو دادن و شما رو برگردوندن دوباره به مسند قدرت که شما اینجوری خیانت کنین بهشون <applause> و ما مثلا حالا خیلی ناراحت هستیم از این اتفاقی که افتاده این جالب بود این ستا واکنش متفاوتی که که خب وقتی هم که برمیگردین به خواستگاه های هر کدوم از انجمنا نگاه میکنین مشخصه این صدیقه دولت آبادی خب زمان رضا شاه هم در موردش این گفته میشدش که همیشه چرا در متن دولت و موازی با دولت عمل میکنه که گفتم اون کوت معروف که میگفتن دولت آبادی همونقدر که دولت ازش استفاده کرد شخص دولت آبادی هم از دولت استفاده کرد من فکر کنم اصلا ایشون همیشه میخواستن که دستاورت های قبلی رو از دست ندن و اجازه بدن که زمان باعث سری پیشرفت باشه زمان به اون دست که میخوان در واقع دستیابی پیدا بکنن برسوندشون اینم خیلی جالب بود به نظر من خب دیگه میرسیم به کودت های 28 مرداد 1332 که مطمئنا یه نقطه عطف خیلی خیلی مهم هستش توی کشور که من حالا فکر میکنم اونو من الان باز نمیکنم زیاد به خاطر اینکه خب یه خورده باز جدا میشیم از بحث ولی دلم میخواست فقط به این اشاره بکنم که صحبت های خیلی زیادی راجع به نقش زنان ساکن شهر نو توی این مسئله کودتا هست و من حالا چون روی اون دارم تحقیق میکنم مقاله می نویسم حرفایی هم که حتی نسل امروز با توجه به اتفاقاتی که اون زمان افتاده چون وقتی که آتیش میزنن شهر نو رو خیلی موافقش بودن به خاطر اینکه میگفتن اینا همون زنایی هستن که باعث کودتا شدن که برای من خیلی عجیب بود که پروپاگاندا جمهوری اسلامی بود که آره، بگن اینا که مثلا اینا حالا یکی از پرو ببخشید بگو نه 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 بفرمایید یکی از مثلا چیزایی که جمهوری اسلامی همیشه میگه این هستش که کودتا را عرازل و فاحشه ها سامان دادن که میگم حالا اینو فقط فقط به این بخشش دوست داشتم بپردازم که واقعا اینم یک یکی از اون به نظر من ظلم هایی هستش که به زنان در تاریخ ما شده که با فاحشه خوندنشون هرچند حالا این کارگر جنسی همه جای دنیا بوده متاسفانه همیشه هم خواهد بود متاسفانه شغل دنیاست آره ولی اینی که همیشه خواستن که از این حالا کلمه به خصوص چون اخیرا هم باز دیدیمش توی جامعه روشنفکر ایران اتفاق افتاد برای تحقیر استفاده, استفاده کنم و بعد برای اینکه هر بلایی هم که سرشون بیارن یه توجیه براش داشته باشن یعنی اون اون واقعا اون به نظر من آتیش زدن شهر نو اتفاقی بوده که یک نقطه بسیار سیاه توی تاریخ معاصره نقاط سیاه زیاد سیاح زیاد داریم در تاریخ معاصره ایران ولی من حداقل واسه شخص من یکی از واقعا سیاهترین نقاط هستش که اینجوری یکی از محروم ترین و واقعا نمیدونم چه کلماتی بعد استفاده کنم بسش مظلوم ترین و محروم ترین و واقعا یکی از فلاکت بارترین محله های شهر رو به آتیش کشیدن توجیهشون هم برای خیلی این بودش که اینا همون که تو کودتا کردن حالا جالب این جمهوری همه چی رو به مطلوب می‌کنه. اگر اینا خودشون حالا در واقع از دکتر مصدق که حمایت نمیکنن چون اگه آدمی با اون طرز فکر باشه قطعا جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت ولی اون تیکه که حالا در رابطه با کودتا در واقع اون بخشیش که اینا میخوان برن اونجا رو آتیش بزنن دنبال یه دلیلن پروپاگانداشون میگه اوکی بیایم اینو بس کنیم به اون بگیم مثلا اینا باسد عقبوندن ما شدن حالا که شعبون بودن ولی میکنن به نه بعد اون وقت خیلی جالب واسه من که جایی که مردم احتیاج دارن با یه کلمه فاحشه یه نفر رو میخوان بذارن کنار بعد در کنارش انقدر براشون خواستگاه سیاسی قائلن که میگن اینا دلیل کودتا بودن آخه آه. یه کوچولو این میدونین این نقض میکنه دوگانگی ها هم آره خیلی جالبه آره من فکر میکنم که من میخواستم فقط همین نکته رو بپردازم چون واقعا خیلی من قلبم به درد میاد 1332 به بعد دوباره یه خورده میریم تو اون مبحث که همه چی دیگه دولت دستوش پیدا میکنه سرکوب شدید ببین سرکوبم شدید میشه خیلی اتفاقا سوسکی و موییه یعنی مثلا اینجوری نیست که مثل دوران رزاشا سرکوبی که یا چیزی که ما میگیم خیلی اتفاقا در متن قانون من فکر کنم دولت داره سعی میکنه که این استقلال احزابو بگیره که حالا توی تولد سازمان همکاری جمعیت های زنان که بعد به سازمان زنان تغییر نام میده و به دبیری خانم اشرف پهلوی اینو میبینی که اینا خیلی مستقل بودن اول از 15 16 تا شورای مختلف هم این جمعیت زنان تشکیل میشه یعنی سال 1335 همه این تشکلات که دیگه بعد از 1332 از بین رفتن دوباره دور هم جمع میشن و فکر میکنن که ما باید نه تنها استقلال خودمون رو حفظ بکنیم بلکه اصلا واقعا دوباره باید دست به تش... کارهای تشکیلاتی بزنیم که بعد سال 1337 اشرف پهلوی ریاست این سازمان رو به برهده میگیره اسمش هم تغییر میکنه به سازمان زنان خدا رو شکر به خاطر اینکه خیلی اسامی طولانیه بعضیاشون این سازمان زنان رو من فقط یادم میمونه ساده است آره ساده است و بعد هم دیگه خب خیلی شکل دولتی پیدا میکنه سی و پنج سی خود سازمان اولیه تشکیل میشه سی و هفت, هفت. تغییر میکنه و زنان... اشرف پهلوی هم در واقع ریاست سازمان رو برده میگیره اه... کاری که سازمان زنان اشرف زن بود؟ خوهرش او. اشرف پهلوی خواهر دو قلوی آره, آره محمد رضا پهلوی هستش اه... خواستگاهی که سازمان زنان داشته حالا ه... پی همه اون کارهای حقوقی که همه این سالها تشکلات زنان میگم چون از تشکلات مختلف هم درست شده یه صورت اعتلافی پیدا کرده بعد دوباره بر ریاست دولتی پیدا میکنه همه اون در واقع هایی که این تشکلات به صورت جداگانه داشتن اونم پیگیری میکنه یکی از اصلی ترین کاراشون ولی آگاه رسانی بوده که میگم من فکرم از دوران مشروطه تا شاید همین امروز یکی از کارهایی که زنان همیشه تر کردن انجام بدن آگاه رسانی است این آگاهی رسانی است که چه جوری به حقوق خودتون باید واقف باشین چون یه حرف جالبی که خانم مهرنگیز کار میزنن این هستش که قانون تصویب میشد وجودم داشت مرحله سختترش این بودش که به کسانی که این قانون برشون مشرف میشد بگیم یه همچین قانونی هست و چجوری هم میتونید به نفع خودتون ازش استفاده بکنین این کاری بودش که حالا به نظر میاد سازمان زنان خیلی سعی میکردش با رسانه هایی که داشت با خیلی شوراهای سنفی و جوامع نیکوکاری تشکیل میدن توی مثلا محله فقیرتر مثلا کانون ها و سازمان هایی درست میکنن که به مسائل زنان و کودکان بپردازه سعی میکردن که همه این مسائل حقوقی هم در اون زمره بهشون در واقع یاد بدن و آگاه رسانی بکنن کسی سوالی نداره؟ نه بفرم من تا سوال برم پیش میاد جوابشو میدید برای هم من میام جلو ببینم که. که باش. آه. خب من ببینم که اینجا راجع به این دوران چیزی نوشته نشده که براتون بخونم اه... یه سال توی زمان شاه قانون اعدام وجود داشت تو ایران قانون اعدام به هر حال توی چیز بوده بهش میگن قانون عدلیه و دادگستری نه 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 الان بهتون میگم نوشتم خب اون موقع هم حالا اعدام میکردن یا مثلا به حبس ابد و شکنجه میکردن. اعدام میکردن نمیدونم واقعا شریعه نمیدونم. اصلا قبل از حالا دین و شریعه هم دیگه پادشاه اراده کنه همه کار میکنه ببخشید من فکر کنم بله وجود داشته الان دقیقا نمیدونم ولی اینو میدونم مسئله کاپیتالیسیون که به وجود میاد دقیقا به خاطر یکی از همین چیزا بوده اعدام به خاطر اینکه توی خب قانون اسلام وجود داره و اون قانونو، بریتانیا به خصوص خیلی روش تاکید میکنه که خب اتباعش اگر که جرمی مرتکب شدن و این حرفا ادام اعدام شکنجه هایی که میشده خب انگوش قطع کردن این آه. حرفا آره بر همین من فکر میکنم پس بوده که اونا میخواستن که خیلی پوش کنن در واقع آره ببخشید من اینو میخواستم پیدا کنم بعد دوباره گمش کردم آه. آه. یکی از مثلا مهمترین مهمترین کارهایی که سازمان زنان اینا طی سالیان مختلفه فقط میخوام نتایجش رو بهتون بگم انجام دادن اصلاح قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1346 هست که در سال 1353 در واقع اینو تغییر دادن بالا بردن سن ازدواج دختران بود که اگه یادتون باشه یه بار در زمان رضا هم این اتفاق افتاده بود رفع ممنونیت سخت جنین در سال 1356 این واقعا حالا 56 بله چقدر مترقی بودیم ببین من حالا فکر میکنم که شما هم, هم موافق باشین من حالا به خاطر شاید اینکه زن هستم و با توجه به اتفاقاتی که همین دو سال پیش توی امریکا, آمریکا. توی امریکا افتاد باید. بله واقعا به نظر من چون اصلا اینم میگن یکی از مهمترین کارها بعد از حق رای در این مسئله سخت جنین بوده که یه موفقیت خیلی بزرگی در واقع واسه همه کسانی که در این جنبش های زنان ها شرکت داشتن و سال های سال فعالیت کردن چون این اتفاقات به هر حال یه شبکه که نیفتاده ببینیم ما الان خودمون سه تا اپیزود داریم در از دوران مشروطه در راجبش صحبت میکنیم واقعا یکی از موفقیت خیلی بزرگشون بوده و در نهایت تصویب برنامه ملی کار که اینم خیلی مهمه برای تامین مشارکت کامل زنان در عرصه های اجتماعی در خرداد سال 1357 است که من فکر میکنم همه اینا رو که کنار هم بذاریم تازه متوجه میشیم که چرا چرایی انقلابم کم کم و کوچولو کوچولو چون اینا همه در یک در بطن انقلاب سفید هم بوده دیگه یعنی اون انقلاب سفیدی که مد نظر محمد رضا پهلوی بوده مشارکت زنان حقوق زنان هم جزوی از اون بوده حالا اینم به نظرم خارج از لطف نیست که بهتون بگم مسئله آموزش حقوق به زمان صادره که بهتون گفتم بره. خانم مهرنگیز کار میگن که ابتدا قرار بود که این کلاس ها در پارک ها تشکیل بشه ساواک میاد میگه که در پارک و اماکن عمومی این کارو نکنین چون احتمالا برامالا سرتون میارن بره. بره. که همین اتفاقا هم میفته. و کلاس ها در پی این هشدار در محل ادارات سازمان زنان که خیلی مناطق مختلف اینا ادارات داشتن که داوطلبینشون اونجا با هم جلسه داشتن برنامه های اونجا تشکیل میدادن اینم یکی از چیزهایی که واسه من خیلی جالبه حالا راجع به گروه های چپ که صحبت کردیم خانم ببخشید قبلش حق رای چه سالی تا شد 1341 میخوام تاریخ دقیقش رو شما تو پنج و هفته اومدیم گفتم اگه به ترتیب تاریخ داریم میریم اون رد بله بله نه 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 رد نمی کنیم. من الان هنوز دارم بش... به, همین سازمان زنان دارم میپردازم اون یکی از مهمترین هاشه به اگر اگرم طولانی شده من میتونم باشد. دیگه کم 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 ماهر که توی زمان جابجا به جا میشن فیلمو که میسازن من فلش بک میام جلو من گیج شدم من به ترتیب میایم من الان دارم به سازمان زنان چون اینا همشون در اثر فعالیت این سازمان ها بودن سازمان زنان خب همینجور که گفتم خیلی کارهای زیادی کردن حالا اینو در نظر داشته باشین که به موازات کارهای حقوق اجتماعی که این سازمان زنان می کرده حالا به ریاست اشرف پهلوی که حالا خیلی نام بزرگی فعال بودن حالا من چند نفرشون رو براتون مثال زدم واقعا ای کاش که وقت باشه که آدم همه این نام رو ازشون نام ببره بگه که چه فعالیت های مهمی کردن ولی به موازات همون فرح پهلوی هم کارهای خیلی ارزشمندی در زمینه به خصوص کودک و فرهنگ و هنر داشته انجام میداده دیگه خب تالار رودکی سازمان پرورش نتصف. قانون پرورش <تصفح> 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 مرسی کودکانه. بله بله فولکلور ایران یعنی کارهای بسیار ارزشمندی هم باز از طرف خانم فرح پهلوی در این دوران داره شکل میگیره که مثلا اگر بخوایم بزنیم در کنار سازمان زنان انگار که یکی خاصگاه حقوق اجتماعی داشته و فعالیتهایی که خانم فرح پهلوی میکردن بیشتر در بازه فرهنگ و هنر و حالا بخش کودکان به خصوص و سلامت بخش سلامت هم خیلی کارهای مهمی فرح, فرح پهلوی فرح فرح پهلوی بله. بله. خب حالا باز همون ادامه رو بدیم از در مورد خود سازمان زنان که سازمان زنان دیگه تبدیل میشه به یکی از مهمترین سازمان های پسا کودتا به خاطر اینکه بسیار بزرگ میشه بسیار قدرتمند میشه و چون شکل دولتی هم پیدا میکنه که دلیل مختلفی داشته که ب... یکی از دلیل مهمش خب همون ریاست خود اشرف پهلوی بوده و اینی هم که دیگه میگم خیلی ریز هم خود دولت هم میخواسته کم کم استقلال گروه های مختلف و... بگیره ولی مشخص نباشه که گرفته خب من میخوام براتون بخونم اینم براتون گفته بودم توفیق زنان طبقه متوسط و بعد زنان که عقاید چپ داشتن کم کم بین سازمان زنان دقیقا به خاطر همین مسئله ریاست اشرف پهلوی و شکل دولتی که پیدا میکنه هی کمتر و کمتر میشه یعنی احساس میکنن که دیگه این استقلالی نداره و اگه قراره که همون چیزایی رو که دولت به ما میگه دیکته میکنه از طریق سازمان میخواد پیگیری بکنه چه فرقی دیگه میکنه بود و نبوده ماها در واقع که یه، یه، یکی از در واقع نقطه هم که به سازمان وجود داره همینه که نتونست بین زنان قش متوسط و روشن فکر متوسط خیلی توفیقی پیدا بکنه خیلی محبوبیتی نتونست پیدا بکنه در صورتی که بسیار کارهای از ارزشمندی به خصوص واسه طبقه فرودست انجام داد چه تو زمینه کاری چه تو زمینه کلاس مثلا کودکداری خانهداری سلامت زنان مثلا اگر که نمیخواستن باردار بشن چجوری باید جلوگیری میکردن اگر که باردار میشدن به کجاها باید مراجعه میکردن کمک بگیرن همه این اتفاقات که خیلی طولانیه و خود خارج از حوصله بحث خانم دولت شاهی به نظرش میاد که یکی از اشتباهاتی که اشرف پهلوی انجام داد مثل همون جریان انقلاب سفید برادر این بودش که با سفرهای مختلفی که میکردم به کشورهای گوناگون حالا اروپا و آمریکا همون چیزهایی که تو این کشورها میدیدن میخواستن بیان سریع توی ایران پیاده کنن یکی از این خیلی بزرگ شدن سازمان زنان که هی میخواستن تونتون دفترب بگیرن تونتون عضو بگیرن باعث شدش که جامعه این خشخش من بود ببخشید جامعه معده منه دروغ بگم دارم نه 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 میگم که فقط بدون صدای اومد اون مشکل از منه من نه دیشب شام درست خوردم نه صبحانه خوردم برای بابا دیگه یه ناهار توفل بعد بزنی پس یکی از میگم ام این عجله که انجام داد یه خورده با اون اتفاقاتی که در بطن جامعه میافتاد همخانی نداشت یعنی جامعه به اون سرعت داشت پیشرفت نمیکرد حالا پیشرفت پیش کلمه اشتباهیه جامعه اصلا به اون نقطه نرسیده بود که اون وقت این خواسته ها رو ازشون داشتن امه. حالا میگم عقیده خانم دولت این هستش که این اشتباهی بودش که از طرف اشرف اتفاق افتاد حالا میخوام که من میخوام دیگه دیگه نکات نق مهمتر بپردازم بهش به خاطر اینکه خیلی وقت دیگه طولانی میشه بس اجازه بدین براتون بخونم اینا رو هم که گفتم حالا میتونیم برسیم دیگه به مبحث حق, حق رای حق آره. شیرین خب حق, رای. حق, رای. حق همونطور که گفتم کرده یک شخص یا یک فرد نبود طی سالیان دراز همه این تشکیلات آگاه رسانی کردن کارهای حقوقی کردن کارهای خیلی ارزشمند رسانه ای انجام دادن تا اینکه رسید به اون نقطه ای که دیگه حالا متاسفانه خوشبختانه من میگم خوشبختانه به خاطر اینکه به نظر من دستاورد رو باید دید تا دلیلش رو چون به اون دستاوردی که رسیدین دیگه کسی شاید نتونه ازتون از از بگیردش ولی به نظر میادش که یکی از دلایلی که سال 1341 دیگه این تسبیب شد احساس میکنم دارم سال اشتباه میگم الان بهتون درستش رو میگم 47 نه 47 یعنی بهشون هفت یادم هفت یادتونه من نمیدونم نوشته بودم هم چرا حالا الان مهمترین قسمت رو ننوشتم الان گوگل آره بر... شما بگیر من نگاه ام... این هستش که میگن که خود دولت و خود شخص محمد رضا پهلوی هم چون دیگه میخواست این اتفاق بیفته بالاخره لایحه تصویب شد میگم حالا من به نظرم میاد این که دیگه این در واقع موازی شد خواستگاه های زنان با دولت اون خیلی در... یعنی خود خارج از بحث قرار میگیره مهم اینجاستش که این اتفاق افتاد و یه واقعا موفقیتی خیلی بزرگ واسه تمام این فعالین زنانی بود که این همه سال واقعا بعضیاشون هویت شخصی خودشون رو به طور کل کنار گذاشته بودن و زندگی تشکیلاتی پیدا کرده بودن و زندگی در واقع انجمنی که ما باید به این اه اهدافی که داریم برسیم درست بود 12 اسفند 41 خب همون اسفندش نمیدن چرا فکر میکنم فروردین 42 هستش آره. دیگه تعطیلات عید بوده رفتن آره دقیقا که خب میدونیم دیگه حالا تو همون بازه زمانی هم خمینی خیلی سخنرانی های کوبنده ای کرد در مورد اینکه زنان رو میخوام بهشون حق رای بدن و انتخابات واردشون مکن فحشا رو بکشن یعنی اصلا این ذهنیت همیشه این بوده که زن یک فرد که یک کوچولو از اون در واقع رولی که روحانیت واسش قائل هست بیاد بیرون فحشا بله. دیگه این خرشه. یعنی مثلا یه پاتو یک کوچولو بذاری اون ورتا دیگه اصلا فحشاست این هم مهم بود که واقعا بهش اشاره بکنم انصداد فکری متسفان. که با دین میاد با کالت میاد یه حرف خیلی جالبی که خوندم مانه. این هستش که به نظر من یه خورده ندیدم که این نوشته شده چون به نظرم میاد که یه خورده ام، کلمه فارسیش باز یادم رفید بگید هستش یعنی به نظرم میاد که خیلی به بلوغ نرسیده بوده باریکلا به بلوغ نرسیده بوده چون ام، یکی از صحبتهایی که راجب سازمان زنان میشه و نقدی که بهش هست این هستش که میگن این متاسفانه انقدر دولتی شده بود که بعد از انقلاب اسلامی نتونست به فعالیت خودش ادامه بده یعنی چون دولتی شده بود جمهوری اسلامی اینو منحلش کرد و حالا در برابر اون مثلا جمعیت راه نو اتحادی حقوق زنان حقوق دان که بهش اشاره کردم و جمعیت بیداری زنان که خیلی بین قش متوسط در واقع محبوبیتون دوران پیدا کرده اینا چون استقلالشون رو حفظ کردن تونستن بعد از انقلابم یه سالهایی به فعالیتشون ادامه بدن من به نظرم این خیلی فکر خامی هستش چون چیزی که به هر حال ما تو این 44 سال دیدیم این هستش که جمهوری اسلامی دلیلی برای کارهایی که میکنه نمیخواد یعنی من فکر میکنم که سازمان زنان حتی اگر مستقل بود همون چند سال محدودی که به بقیه اونا اجازه فعالیت دادن اجازه میدادن فعالیت بکنن این من یعنی به نظر من وقتی که میخونم یه فکر خیلی به دور از واقعیت هستش که یعنی یکی از نقد های به دور از واقع نقد بهش زیاد هست من خودم هم واقعا نقد به این دارم که چرا انقدر دولتی شده بوده چون شروع میکنه به بودجه های هنگفتم دسترسی پیدا کردن که از مسائلش اینه ولی اینی که یه نقدی بهش باشه چون دولتی بودی منحل شدیم نه جمهوری اسلامی به هر حال منحلش کرد چون دولتی بوده زودتر احتمالا آره و واقعا دقیقا. بیشتر. من فکر بیشتر از اون مسئله مهم ریاست اشرف پهلوی بوده یعنی باز دولتی بودنش هم نه چون دیگه میدونیم جمهور اسلامی چه افکاری هم راجع به خود خانواده به هر حال سلطنتی داشته این, این نقده به جایی به نظر من حداقل نیستش اینم جالبه باز بهش اشاره بکنم همون سالهایی که دیگه حق رای پیگیری میشه و تصویب میشه زنان خارج نشین مخالف شاه خارج نشینان مخالف حکومت ام، دست به فعالیت های خیلی گسترده خارج از مرزها میزنند و یک کنفدراسیونی کمپان... تشکیل میشه خب که فقط این بخشش رو بخونم که ب... بیشترم به هر حال اینا بازگروه های چپگرا بودن کنفدراسیون در ابتدا از خواسته های جنبش زنان در داخل ایران از جمله اعطای حق رأی به زنان حمایت میکرد اما بعدها موضوع موضع متفاوتی گرفت و همچون دیگر گروه های سیاسی مخالف شاه حق رأی زنان قانون حمایت خانواده و سایر تغییرات در راستای برابری حقوق زن و مرد را تلاش رژیم ارتجایی و ضد خلق محمد رضا شاه برای تحمیق زنان تحمیق یعنی احمق شمرده و جلوگیری از رشد آگاهی زنان برای ممانعت در از شرکت در مبارزات خلق شمرد این خلقم لفظی که چپ زیاده این دقیقا همون چیزی هستش که میگم که به نظر میاد که اکثر فعالین جنبش زنان که عقاید چپ داشتن یه جایی مسئله مبارزات خلق براشون خیلی بالاتر از اون اهدافی که واسه حقوق زنان پیگیری میشد داخل ایران قرار گرفت که من فکر میکنم حالا چیزی که من دارم میخونم که به قول تو یه قسمتش از طرف اون موافقان با ایده خودم هست یه از طرف مخالفان این هستش که برای مخالفت با شاه یعنی برای مخالفت با سیستم حاضر شدن که همه اون به هر حال اتفاقاتی هم که نتیجه داده بود که حق رای زنان بود و به شکل منفی نگاه بکنن بهش برای اینکه اون زدیتشون با سیستم اصلی در واقع توجیح پیدا بکنه این حالا حداقل چیزی هستش که من از خانش تاریخ پیدا کردم <applause> یه تف... اینم آخ... به عنوان اه... نه بذارین ببینم که اگه چیز مهمی هست راجع به مقاله آقای معصومی هم که گفتم بهتون این بقیه هم حالا میشه بعد ها درموش صحبت کرد اینم به عنوان اه... کلام آخر بگم این نظریه هم که دادم یه خود بیشتر این در واقع آتیشش رو زیاد کردن هستش که خانم شهین نوایی ایشون هم یکی از فعالین خیلی مطرح اون دوران بودن که یکی از مؤسسین اتحاد ملی زنان بودن که سال 1358 بعد از انقلاب تشکیل شد واسه اینکه خب این تشکیلات زنان از بین نره خب خب چپ بودن و مخالف شاه و فعالیت خیلی زیادی هم کردن ایشون توی مصاحبه هایی که داشتن اینا دیگه بعد از انقلاب هستش میگن که ما تازه بعد از انقلاب فهمیدیم سازمان زنان چه کارهای درخشانی در زمینه احقاق حقوق زنان و کلا کارهایی که واسه مثلا قشر فروده است واسه کودکان کار واسه کودکان انجام داده دست پیدا کردیم و فهمیدیم که مثلا چه کارنامه درخشانی داشته که این منو به این نشان میرسونه که متاسفانه خیلی از مخالفین اون زمان اصلا مسئله کش فهمی نبوده اطلاعاتشون کافی نبوده راجع به اتفاقاتی که من نمیدونم این اطلاعات چه جوری بعد به دست میرسیده چون خودشون گفتن که بعد از اینکه یه سری مدارک سازمان زنان که دیگه ریخته بودن از این اداراتشون و اینا بیرون برخی از این فعالین ما جمعشون کرده بودن از گوشه خیابون پهلوی تو این وضعیت چقدر سرال بوده یه سری کاغذ و مدارک اون گوشه بوده یه نفر جمع کرده برده و وقتی که ما میخونیمش میفهمیم که سازمان زنان با همه اون هایی که به خاطر دولتی شدنش بهش بوده چقدر کارهای درخشانی تونسته انجام بده و خب این به نظر من من هم خیلی شجاعت ایشون رو میپسندم به خاطر اینکه من کمتر فعال چپی دیدم که حتی یک نقطه مثبت در کارنامه پهلوی قائل بشه ولی خب از اون طرف متاسفانه فکر میکنم که خیلی از مخالفین واقعا اطلاعات نداشتن که چه حالا دولت چه سازمان هایی که وابسته به دولت بودن حداقل از ده سی به بعد چه کارهایی داشتن انجام میدادن و احتمالا نتیجهش به نفع قشای بزرگی از جامعه میشده شده لا. به حال خیلی هاش دیگه به نتیجه نرسید چون دیگه انقلاب شد و نذاشتن آره اگرم میذاشتن به نتیجه نمیرسید آره آره, ما به حال نمیدونیم دیگه چون نشد چون دیگه انگار دری بود که بسته شد من دارم فقط میخونم که ببینم چیزی رو جان انداختم که مهم باشه نه آه. تو گذاشتم اون موقع <applause> <تص <تص> زوم چلنج. کردم رو چلنجه آه چلنج میخوام میگم اون تکون نده دیوونه شدی <تص> <تص> باید از این من میزم رو پایه دیگه باید رو پایه باشی باور کن بعد یه چوبی داشته باشی نمیخواد انقدر آزادی عقبا تار میشی دلیل داره من حرف میزنم <تصفح> <تصفح> من ایدهام میشه من رو پای همش نه نه ولی موقعی که <تصفح> من حرف بزنم میاد جلو نه اون موقع تار اصلا برو ولی موقعی که می خوای حرف بزنی بیا چلو صحبت کن تمام بله تیک توکی چجوریه یه ذره قدرت داشته باشی خیلی حق فرضش نمی خیلی قشنگ گفت چیو گفتم برای چارچوبی داشته باشی نمیشه که همینجور آزاد باشی که سریع بخوری ولی من یه نکته بگم واقعا تو این الان سوم اپیزود بود خیلی چیز یاد گرفتم و توی این ماهی که گذشته از انقلاب 1401 خیلی شنیدم حالا تو مدیا یا توی توییتر که این انقلاب زنا هست و خیلی شنیده بودم ولی این سه اپیزود خیلی کمک کرد که واقعا بفهمم که این واقعا انقلاب زنه هست به خاطر این جنگی که از حالا دوران مشروط شروع بوده خیلی واقعا, آره. بهترین رو درک کردم اینو میخواستم تشکرم بکنم از شما مرسی واقعا دوتر داری من ام... فکر میکن اولا که مرسی واقعا این پلتفرم رو در اختیار من قرار دادین به خاطر اینکه خب من فکر میکنم که یه نفر هر چقدر بره مطالعه بکنه اگر اون چیز فهمی رو که داره پیدا کرده و دانش رو که داره اگه جایی نباشه که بتونه به ارائهش بده مثل یه راز بر خودش فقط میتونه نگه داره یا دیگه حداقل به اطرافیانش بگه خب ولی من واقعا فکر میکنم یعنی من حرفتو قبول دارم من فکر می‌کنم که این انقلاب زنان و انقلاب همه گروه های هستش که به خصوص تو این 44 سال کنار گذاشته شدن به خاطر اینکه میگم اون جلسه اول اول هم گفتم فکر میکنم که فقط کسانی که همش مداوم حقشون پایمال شده و چشیدن که این پایمال شدن حق چقدر در زندگی دوچار مشکلشون کرده چقدر از پیشرفتشون جلوگیری کرده کسانی هستن که در واقع پرچمدار یه خیزش میشن و خیلی خوبه که یکی از نکاتی که حالا مثلا یادم رفت اشاره بکنم این هستش که همه این تشکیلات زنان یکی از در کنار آگاه رسانی که به زنان میخواستن انجام بدن همیشه پی این بودن که مردان رو هم همراه خودشون بکنن یعنی با همون اطلاعاتی که به اون زنا میدادن زنایی که بعد آگاه میشدن به یه نوع دیگه اون اطلاعات رو به مردان میخواستن بدن چون به اونام میخواستن این به این فهم میخواستن مردان برسن که ام این جامعه فقط در صورتی که هممون توش توفیق پیدا بکنیم به یک سرانجام خوبی میرسه و به نظرم خدا الان من دارم این اتفاق رو میبینم من این اتفاق رو دارم میبینم ای کاش که خیلی زودتر میافتاد ولی به هر حال ام باید بیفته فرق دیر نیست هیچ وقت دیر نیست البته متاسف... دیر هست آره, متاسفانه دیگه جان های از،, از زیادی سال های سال از بین رفته صدا های خیلی مهم می خاموش شده ولی باز برای نسل های آینده آدم همیشه باید تلاش بکنه دیگه دقیقا مرسی که دوباره تشریف آوردین یه بازه مرسی. دیگه از تاریخ رو با هم دیگه مرور کردیم هنوز ادامه داره من احساس میکنم نه توی اپیزود گفتیم یا قبل اپیزود بود بکنم بیشتر از دو اپیزود دیگه ما در خدمت شما باشیم فکر میکنم اینجوری که پیش میده و من استقبال میکنم از این قضیه خیلی خیلی ممنون که از شما دم همگی هم دیگه, هم دیگه کسایی که میبینن میشنون برای کامنت ها ممنونیم اگر که نظری پیشنهادی انتقادی دارید برای اون بنویسید تا اپیزود با بعدی خودتون شما من حال. آه مرسی خیلی ممنون خدا همگی خدافز. زن زندگی آزادی